بینندگان عزیز سلام و درود بر شما. در 48 سال اخیر تقابل دو نظم جهانی، یعنی نظم آسیایی و نظم غربی و اروپایی امریکایی وارد فاز جدید شد. البته در بحث تقابل نظامی، سلاح‌های و موشک‌های پیشرفته امریکا و اروپا قرار بود طبق اجازه بایدن و اجازه اروپا بر اعماق سرزمین های روسیه ضربه بزند و این مسئله روسیه را با اروپا در یک خطر جنگ مستقیم قرار داده بود. مگر به نظر می رسد که پاسخ پوتین طور دیگه زمون طوری که گفتن پاسخ نامتقارن باشد، یعنی پاسخی که پوتین داد به مثابه حمله مستقیم نیست، اما مشابه و ضد حمله مستقیم است. یعنی چی؟ پوتین اعلام کرد که وقتی که سلاح‌ها و راکت‌های آمریکایی اجازه پیدا می‌کنه که عمق خاک روسیه را بزنه، ما هم با کشورهایی که با غرب در جنگ هستند، با شبکه‌ها و جبهاتی که گروه هایی که با غرب در جنگ هستند اسلحه هم میدیم که اونا را بزنند. و این معلوم میشه که یک مقدار بعد از این یک توازن شاید ایجاد شود، یعنی یک نوع موضعگیری بازدارنده بود. آیا غرب بعد از این بر خاک روسیه دوباره به اصطلاح نقشه حمله خواهد داشت؟ به این ترتیب بحث ما در اینجا ایست که پوتین با کدام کشورها و جریانها و جبهات و گروه ها میتونه اسلحه بده و این یک دور جدیدی از جنگ ها را رقم خواهد زد. پامیر محمود با ما است در این رابطه، زاویه بسیار حساس این مسئله چی است که اگر پوتین مثلا با گروه ها و سازمان هایی که علی غرب آمریکا در منطقه می جنگن، اگر اسلحه بتا مثلا در آسیا با کدام کشورها اینا اسلحه بتن و کاملا محاسبات و توازن بر هم بزنن؟ سلام به شما و بینندگان عزیز و گرامی. خب در آسیا کشورهای زیادی هستند که در برابر آمریکا خصومت دارن، از اوجه هم کلانترش و ایران است که نیاز خاصی برای حمایت از روسیه داره. چین خود با اندازه خود مختار است، اما بازم حمایت روسیه بر از او بسیار نیاز است. بدون از او نیروهایی که در خاور میانه است، از خصوصا که بسیار با روسا نزدیکی دارن، یکیش روسیه است و دیگه حزب الله. روسیه خود در جنگ تقریبا در مختل کردن راههای دریایی، به چالش کشیدن قدرت دریایی غرب، یک نوع خود بازم ثابت کرده با مسلحی که داره پیش از پیش، در صورت نیاز که بالا حرفی که پوتین زده که خب در برابر سلاحی که شما برای اوکراین ارائه عرضه میکنین و برش میگین که شما میتونین از این سلاح استفاده کرده خاک روسیه را بزنین، ما هم سلاح دوربار داریم که میتونیم به کشورهایی که با آمریکا در جنگ است عرضه بکنیم و اونا شما را بزنن. از اون جنب یکش روسیه باید باشه، دیگرش حزب الله است. حزب الله یک نیروی بسیار خطرناک، تجربه کار و با روسیه همکار بوده سالهای سال است، تقریبا کم از کم 15 سال است با روسیه همکار هستند در حوزه سوریه. خود سوریه یکی از کشورهای بسیار کلیدی در خاور میانه است، یک دولت رسمی است که از بشار اسد هنوز هم از قدرت نپریده، دولت به رسمیت شناخته است و پس روابط دیپلماتیکش با عربا دوباره به اساس هم هدایت روسیه دوباره رابط از او با عربا خوب شده. فرض مثال به عربستان سعودی رفت و به امارات و دیگه رابطه شال نزدیکتر شده رو هست. همون اصلا بر از او که سلا بتن در برابر پایگاه امریکایی که غیر قانونی در سوریه جور شده، همون التنف و دیگه که در شمال سوریه هست، همون الامر که میگن و کونیکو هست، این پایگاه بسا کلان کلان امریکا هست و کلش در شمال شرق سوریه هستن در مناطق کردنشین که قطعات دموکراتیک نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از کردهای از اون منطقه هست، همراه امریکایی
متحد هستن و امریکایی هم دایشی هایی که سابق شکست خورده بوده را در اون مناطق از اموان نگهداری میکنن برای برنامه های بعدی. سوریه یکی از کشورهایی است که به هر نوع دلیلی که شما پیدا بکنید به خاطر از اینکه در برابر امریکا جنگ اعلان بکنه دلایل زیاد است و در برابر اسرائیل هم برقه اونو است دیگه. حزب الله گفتیم، یمن هم گفتیم، حماس هم است. حماس خودش یک نیروی بسیار قوی است، اگرچه فعلا در برابر اسرائیل به حساب چریکی می جنگه، در دراز مدت وقتی که از جنگ ها خلاص شده سر زمین آمد و از قدرت از اون یک سطح بالا میره و به یک حزب الله دیگه تبدیل میشه و در حوزه فلسطین. سوریه هم است، عراق است، ایران است که ایران هم کلانترین شیران است. اگر بخواهد که حزب الله و یمن و یاره فرض مثال اکمال بکنه، فقط نیاز است که سلاح را انتقال بدن به شبکه ایرانی که انتقال بدن. بدون از او کشورهای دیگه هم است، فرض مثال در امریکا ونزوئلا است، کشوری که تازه آماده جنگ میشه با کشوری در همسایه خود به خاطر کجای یک دعوای ارضی به وجود آمده و پارلمان ونزوئلا رأی مثبت هم داد که نیم خاک از کشور خاک ونزوئلا اعلان کردن. خب بر اساس تاریخی زیاد دور نمیریم و مسئله است که امو خاک رگینا سرش دعوی هستن انگلیس رو یک زمان از پیش ونزوئلا جدا کرده بود، به او کشور داده بود در دوران های کلونالیزم. دیگه کیوبا است که از مسابق سابق دیگه همون دشمن پدرخوانده امریکا است و کاسترو هم میراثش است و روسیه هم همیشه عقب از اونا بودن. این کشورها است حرفایی که پوتین میزنه حرفای بسیار جدی است. ولی اینا در مورد غرب فرض مثال تنها در ماه در قاره های دیگه صحبت نکنیم، در خود اروپا هم چنین چیزا امکان پذیر است. در اروپا که از گروه های فاشیست بسیار زیاد است، گروه های اکستریمیست مذهبی هم بسیار زیاد است، هم در حساب مسلمان و هم در حساب مسیحا که بیزار هستن از سیستم ووکزم همین لیبرال جدید که بخی اثر پریده. بدون از خود انگلیس هم متضرر زیاد است از درون. بدون از ما حوزه افریقا رو هم داریم که دمی اواخر فرض مثال نایجر و بورکینافاسو و اینام است. خب میتونه شده که روسیه در حد یک تهدید و یا یک بچه ترسانک فعلا این مسئله را گفته، اما آیا پیش از اینکه اینا اقدام بکنن این تصمیم باعث تجدید نظر در سیاست امریکا و اروپا میشه که اینا در اوکراین مثلا او یک کارزار عظیمی از جمعوری اسلحه را آوردن و تمام اروپا به طرف سرحدات روسیه و قشون کشی دارن، یعنی باعث ایستاده شدن یا توقف او کارزار خواهد شد؟ من فکر نمی کنم، به خاطر چی که به گفته خود پوتین که در مجمع سین پیترزبورگ صحبت کرده بود درباره امریکا گفت زد، گفت که جنگی که در اوکراین روان است هیچ ربطی به اوکراین نداره، غرب علاقه خاصتا امریکا علاقه به اوکراین نداره، به خاطر حفظ امو حیثیت خود و امو تصویر خودش به عنوان یک کشور رهبر در جهان او میخواد جنگ مدیریت بکنه تا آخر به جنگه که نتیجه چه پوتین گفت کسی نمیفهم، اگر زاد پیش برن ما بمب اتمی داریم که به جنگ اتمی میکشه. خب یک چیز است که چرا پوتین بسیار بمب اتم میگه در صورتی که امریکا سلاح و هسته‌ای دیگر میگه کشورها یعنی اونام بمب اتم دارن و هر نوع سلاح دارن، اینا چرا نام میگیرن اما طرف مقابل هیچ وقت نام به اون نام نمیگیره که بگه که ما شما را میترسونیم. از این گپ پوتین نظامی های امریکایی ترسی نداره، این گپ پوتین خاص به خاطر مردم امریکاست که مردم عادی را بترسانن از سوژه بمب اتم و ویرانی که فشار بیارن سر حکومت امریکا، سر حکومت های خاصش فشار بیارن، خاصتا اروپایی ها که بگن که خب ما نزدیک هستیم شما این تو کارا میکنید، تهدید به بمب اتم کرده دیگه و دیگه ترسانه که در سطح جامعه میخواد ترس ایجاد بکنه در اروپا دیگه. یکی سلاح هسته ای گفته، سلاح هسته ای تنها بمب اتم نیست که شهرها را ویران بکنه، سلاح هسته ای آل خرد ریزه هم وجود داره که یک منطقه بسیار کوچکه و هر ریدیوس که شما بخواید 1 کیلومتری 2 کیلومتری 5 کیلومتری حتی 10 کیلومتری را میتونن سلاح را پرتاب بکنن که همه چیز در اون فاصله از بین ببره. پوتین سلاح تاکتیکی را که فرض مثال به بلاروس منتقل کرده سلاحی است که همونطور نقطه زن است و فقط همون پایگاه نظامی فرودگاه نظامی هر چیزی که شما به نام تاسیسات دارید اونم منطقه را میزنه و مطلق یک منطقه غیر سکنه به وجود میاد وجود دیگه با سالهای سال در وجود کسی زندگی کردن نمیتونه، چیز جور هم نمیشه و چیزی هم که از بین رفتم اونجا میمونه. اینو تو سلاح دارن اینا کوپا خاطر میگن. خوبی از استفاده از لغت هسته‌ای در دیپلماسی که پوتین به کار گرفته خاص به خاطر ترساندن جوامع و کشور از نه به حکومتایشون، بخاطر حکومتایش میفهمه که ما در برابر یکی دیگه
اول به اون نقطه نرسیده که گاب با بمباتون بکشه. دیگه روسیه خو هنوز دستش هنوز در اوکراین، با وجودی که بنبست یک رقم بنبست به وجود آمده، اما بازم دستش بالاست، از نگاه نظامی اقتصادی هنوز بر حال است. ضرورت نیست که گپ به بمباتون بکشه، فقط ترساندن دیگر است. خب اصل حالا گپ از این یک علوم ترساندن خود کرد که مردمشان به حساب از نام بم اتمی میخواهد بترسانند. بله حرف جدید پوتینی است که ما به کشورهایی که بر ضد امریکا می جنگند بر از او سلام احتمال بله از اصل تیه گپ دوش امریکا، مثلا در مکسیکو باشه، ونزویلا باشه، کیوبا باشه. آیا امریکا واقعا می ترسه از این گپا؟ بله امریکا از یگانه چیز میترسه، از یگانه چیزی که میترسه است که همو اختاپوسی که در سراسر جهان ایجاد کرده به عنوان یک نوع حضور فیزیکی، یک نوع جنگ نیابتی، یک نوع حضور نیابتی که در هر گوشه جهان یک پای انداخته و از اونجا انرژی را بیرون میکنه، طلا را بیرون میکنه، کنترل منطقه را در دست داره، دریاها در دستش است. این خو اول قدرت جهان است که در تاریخ بی‌نظیر بود امریکا، و از او بسیار میترسه. فرض مثال از می حوثی ها که کل اقتصاد غرب زیر و زبر کرده به نمه قدر کار که چی که امورای دریا را بند کرده، تیل قیمت شده، ترانسپورت قیمت شده، سر زندگی مردم عام در غرب تاثیرات منفی گذاشته. خب پس به این اگر ترتیب اعلام میتن اوکراین که بیا بگیره روسیه دیگه. نه اعلان نمیتونه، امریکا یک کشوری است که قابلیت رزمی و جنگیش بسیار دراز مدت است. اینجا مسئله اروپا است که اروپا بسیار شکننده است. امریکا خودش هم قابلیت از داره که تیل از خود بکشه. در خود قاره امریکا، در شمال امریکا، یکی از بزرگترین رزروهای تیل است کانادا و امریکا. در جهان فکر میکنم یا سوم از یا چهارم، اینقدر قدر تیل از اوجه. از او خاطر او کدام کمبود نداره، و خاصتا 20 30 سالی که از یک کشور برده، از عراق، سوریه و دیگر دیگر. خاصه خوری از دسترخوان دیگران میکنه. این همی کمی آمدن از بی صدام زدن، هم تلایش بردن، هم پیانویش بردن، هم تیلش برده روان هستن. در سوریه هم یالم تیلا را برده روان هستن، خلاص نشده. عربستان یا خوب بیاز بر شهر هر چیزی بگویم میکنن، کار از ساز و ساخته نیست. او در سر مخزن از تیل شش دادمی 30 ساله قدر ریزرف از امریکا که ضرورت شاید نشه که از خود فرض مثال زمین خود بکنه تیل بکشه. او از نگاه منابع امریکا بسیار هم تو استیبل است، هم تو پرثبات است. در جایی که او متضرر است ایست که از نگاه استراتژیک زیر چالش کشانیده شده، حضور فیزیکی از ایره در خاور میانه به چالش کشیدن، حضور فیزیکی از ایره فرض مثال در افریقا به چالش کشیدن. ای که میگه که خب آیسته آیسته که ما از اینجا دور شدم، منافع هم کم میشه، نفوس امریکا هم کم میشه، جهان تقسیم میشه بین چند محور و امریکا از تک قطبی میبره. کل زور از امریکا ایست که زور زدن امریکا به ای است که ما جهان تک قطبی را حفظ بکنم و تمدیدش بکنم به دوره بعدی که ما بتانیم یار به چالش کشته بریم که این منافع ادامه پیدا کنه و بگن که تمدن غربی باید اولویت داشته باشه بر سر دیگران. این متو یک چیز است. خب از این حساب ترس داره وقتی که اینا میگن که ما صلاح عرضه میکنیم، امیال سلاحی که فرض مثال حزب الله به کار میبره، این امروز هم زده بن بعد هنین از بین برده، شمال اسرائیل در داره. این سلاحی بسیار ناچیزی است که فرض مثال جور میشه و زیاد پیشرفته هم نیست. فرض مثال به اندازه کنزال باشه، نه خنجری که روسیه داره، یا ایوانگارد باشه، یا کروز مثلا اسکندر و گپا، و به مراتب پیشرفته تر از تکنولوژی شد. با نمی تکنولوژی که در دست خود داره حزب الله و حوثی ها، تنها قدر زندگی را سر از اینا بد کرده. اینا شما فکر بکنین که اگر واقعا تکنولوژی روسی وارد بازارهای همی نهادهای نیابتی شد، چی هم یک مشکل در میگیره. خاصتا این که اینا تهدیدی که اینا میکنن، خطرناکترین چیزش این است که فرض مثال به حزب الله و روسیه سلام میره دیگه و دیگه. بدترین عواقبی که داره است که به یک نیروی تندرو مثل سپاه پاسداران تکنولوژی میره. ایران است که اگر اینا بسیار از او چیز دارن ترس دارن در خاور میانه، چرا که ایران یک عادت داره که تکنولوژی که میره او را دیگه زیر کار میپرته، بازم او که جور کرد به دیگران توضیح میکنه میگه تو هم بگید. خب یک چیز است که ایران قدر زیاد به اسلحه روسی ضرورت نداره بله در فعلا نه، اما در اینجا یک نام است که بسیار جاذبه داره، سوریه. بله سوریه ما میدانیم که سوریه آسمان ضعیف است، همیشه اسرائیل از استقامت سوریه و اردن میره میزنه، سپاه پاسداران سرکوب کرده، بله بهترین قماندانایشان از بین برده و خود سوریه را تقریبا از نظر ضربات هوایی از نفس انداخته. بله و ما میبینیم که روسیه در داخل خاک سوریه پایگاه نظامی داره و هیچگاه در این مدت اینا ایتو یک اسلحه دفاع هوایی را، پدافند هوایی را به اصطلاح ندادن که اسرائیل اصلا نزدیک شده نتانه. یکی خود سوالی است که چرا اینا ندادن. یکی که عالم
یعنی تا چی اندازه میتونه آدم باور بکنه که پوتین صادق است و تیم بشار اسد حداقل آسمانش بیمه میکنه که هیچ کس نتونه دیگه حملات هوایی انجام بده؟ آیا به اساس ای همی فعلا که تازه اظهاراتش میگه که ما به تمام کشورهایی که ضد امریکا میجنگن اصلا میتیم شامل سوریه خواهد بود، یا ای که از یک نظر من تهدیدی است همی تو عمومی تا ببینه که امریکا چی میگه؟ امریکا کار خودم میکنه در برابر روسیه و سلاحی را که برای اوکراین دادن و دیر یا زود میزنن خاک روسیه را. دیجا پوتین کاری که به سوریه میکنه، مسئله صداقت پوتین مطرح نیست، مسئله منافع روسیه مطرح است. منافع روسیه وقتی که ایجاب میکنه که در برابر رگبار بستن خاک روسیه با سلاح غربی ما باید اینو یک تهدید ایجاد بکنیم، اونو است. هیچ کدام صداقت در کار نیست. صداقت اگر در کار می بود 10 سال پیش هم صداقت انجام میدادن، میدرآمدن نیروهای روسی را امروز شما در 4 طرف سوریه میدیدین یک کشور را نجات میدادن. هیچ کدام مسئله صداقت نیست. در مسئله از بیمه هوایی، مشکل سوریه است که پدافند هوایی داره کافی نیست، یکی استیصال داره که در حلب است کافی نیست، به خاطر دفاع در برابر سلاح پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی پدافند هوایی 1 تا 2 تا کارآمد نیست، به خاطر از اون بسیار چون یک منطقه جنگی است باید تقریبا در چند نقطه پایگاه زده شود، سیستم های الکترونیکی نصب شود، سیستم های پدافند هوایی نصب شود. یه جنگ فقط یک راکت نیست که راکت به یک راکت دیگه رو بزنن، در زمین بسیار مشکلات دیگه وجود داره. یکی از مشکلاتی که سوریه داره است که فاقد جنگ های الکترونیکی است، یعنی سیستم های الکترونیکی نداره. فرض مثال ما در سوریه که میبینیم، در روسیه سیستم های جام کن داره، جی پی اس جام میکنه، هوا را رادار را جام میکنه، تیاره ها را جام میکنه، سیستم هایشون که جام راکت ها را خودش را جام میکنه اگر نیاز شود، که رو جنگ الکترونیکی میگن. سوریه از او حساب بسیار عقب مانده است و برای او هیچ وقت سیستم باوردم نشده و دلیلش هم که چون این سیستم ها بسیار پیشرفته است، ترس کشورهایی است که بعد از تک دیگهشان نفته، از او خاطر از خاک خود را بیرون نمیکشند. زیاده امریکایی ها با اسرائیلی ها دارن در سوریه و عراق به کار هم بردن دیگه دیگه. در سوریه اگر تصمیم گرفته شود واقعا که ما از نیمی سوریه فرض مثال جنگ به طرف امریکا ببریم، اونجا پایگاه امریکا رو بزنیم، کار سخت نیست، به خاطر از اینا پایگاهشان هم است، ایران هم در بغلشان است، در سپاه پاسداران در داخل خاک سوریه است. وقتی که تصمیم گرفته شد پول می باشه، سلاح می باشه، انتقال می تن. ارتش سوریه هم هنوز بر حال است، در بغلش هم حزب الله است، در دیگه بغلش هم مشت شبیه است، خود سپاه قدس در منطقه است. هر رقم کمکی که بخواین در منطقه وجود، فقط اقدام نیاز است. تا حال روسیه این کارت سوریه را بازی نکرد، ایرانو تو نگاه کن، برای فعلا کارت وا بازی نمیکنن. اما در صورت از اینکه گپ به ای بکشه که حال خاک روسیه را اینا بمباران کرده برن اوکراینیا با سلاح غربی، دیگه در اینجا کدام آلترناتیو ما به روسیه نمیبینم که اخلاص نشان بده در برابر غرب، که نمیشمار نمیزنیم خودتان آدم شده. ای دیگه پالیسی نیست، ای خوب خیال بافی میشه دیگه، باید اقدام بکنه. خب بازم من شخصا من خودم که یک قسم قانع کرده نمیتونم که تهدید پوتین تا چه اندازه جدی است و تا چه اندازه امریکا امپریالیزم پخته و هوشمند و زیرک ایر جدی میگیره. خب مسئله در اینجاست، اگر پوتین این حرف هم میزنه و جدی نمیگیره، دلیلش چیست که چرا جدی نگیره؟ مگر روسیه کدام ترس خاصی داره در جنگ فعلی از امریکا و غرب که نمیخواهی در برابر غرب اقدام بکنه؟ به او خاطر ترس از دیگه چیه؟ تاول ایچ همی کار نکرده حالا میکنه وقتی که خود تهدید که کرد به می ماناست که وقتی که ای کار تو فرض بکنیم اگر جدی نگرفته باشه امریکا به خاک روسیه را بزنه، یام تو خودم میگیره؟ ای خوب یا فیلال ما درباره روسیه گپ میزنیم اینجا، بله چرا خورد ریزه نیست؟ روسیه کشوری نیست که خود چوب بگیره و ایسات خود زیر سوال ببره، نه، وقتی که گپ خود زد گپ خود اقدام هم میکنه و او تهدیدشان باید جدی گرفته شود و ایره همگی میگه، خود امریکایی هم میگن. جفری سوال فاکس در مورد صحبت کرد و گفت که ما بسیار خامسری میکنیم، روسیه بسیار حوصله کرده، مگر در دراز مدت حوصله از نوک سر رسید، بس اقدام به هر کاری میکنن. متحدای بسیار قوی تر نسبت به ما هم دارن نسبت به امریکا، از خاطر گفته اینجا توازن دیگه رقم است، باید می توازنه که دیده ما اقدام بکنیم که آینده امریکا برباد نره. خب سوال اساسی بازم ایست که این تهدید تا چند روزه میتونه اوضاع فعلی رو تغییر بده، یعنی خب پس همون توازنی که در حال از بین رفتن بوده توازن دوباره بیاره تا چه اندازه تغییر کنه؟ بسیار تغییراتش مشکل است برای این سوال پیدا نه، پاسخ. جوابش بسیار ساده است. غرب یک جامعه و یک تمدن بسیار
اتکایی به اقتصاد خود است و اقتصاد غرب یک اقتصاد دومستیک نه گلوبالیست بین المللی است و وابسته به تمام امور آیی است به تمام جغرافی هایی است که اینا در سرمایه گذاری کردن از جمله خاور میانه و افریقا. آمریکا از نگاه اقتصاد درونی بسیار پخته است چون یک کشور کلان است قاره کلان داده است چه دیگه منابع بسیار زیاد داره و تکنولوژیش هم بومی است. اروپا مشکلی که داره است که خرد است ریسورسش بسیار کم است خاصتا از نگاه تیل. در کل اروپا بیشترین تیل در نروژ است. اینال دیگه شما فکر کنین که چقدر خالی است. تیلی که به اروپا میرفت در صدد اول در خط اول رده اول خاور میانه بود، بعد از او افریقا بود، نایجریه و یار هنوز هم اینا هم تو تیلش برده روان هستن که دو جمال هم تو زنجیره از کودتا ها شروع شده دیگه. اینمی از امریکای جنوبی فرض مثال کولومبیا و ونزوئلا و دیگه و دیگه ونزوئلا را خینا تیل چنه میگیرن متباقی تیل دارن که از اونا میگیرن و خود امریکا و کانادا که بسیار مخزن های تیلشان زیاد است، اما آوردن از اونا و قیمت از اونا با قیمت که تیلی که از افریقا می با قیمت تیلی که از خاورمیانه می به مراتب فرق داره. خاورمیانه را سر از اینا پنجره انداختن در باب المندب. تیل هنوز هم میره از خاورمیانه، فرض مثال از عربستان و قطر و اینا تیل میره، اما به خاطر همی که راه از این دور شده و به اروپا میره تیل قیمت شده، تیل قیمت شده. اینا وقتی که اینا تصمیم بگیرن که خب ما اجازه نمیتیم که همی تیل بخی از همی بحر هند بیرو برای، یک خطر خویی است. دومین خطر است که اگر در افریقا یعنی کشورهای ایکواس که ما شما میگیم کشورهای از اقتصاد و منافع مشترک دارن در غرب افریقا از او جمله می نایجر و مالی و گینی و بورکینافاسو هم سابق بود اونجا کودتا ها شد و اونا از ایکواس بیرون شدن. حالا یک کشورهایی هست فرض مثال نایجیریا و گانا و اینا هست که اونا بسیار تیل دارن و طلا دارن بسیار زیاد. اینا رو کشورها را اگر یک دفعه تصمیم گرفته شود از این تاریخ نمی چهار کشور کلان را که ای روسیه گرفته بورکینافاسو مالی نایجر و خب گینی را گرچه گینی هم یک کشور است گرچه میگن که روسیه دوجه چیز هم اونجا هم یک کودتا شد از اکواس فعلا بیرون کشیده شده و در یه آخر چند روز پیش لاوروف به چاد هم رفت جمهوری چاد در منطقه ساحل بالای سودان. اینا یک کمربند دیره در شمال افریقا تو ایجاد کردن در میز منطقه ساحل میگه نمیره که از می سودان شروع تا می چاد و نایجر و مالی و ماریشس و سنگال است. در اینی جا روسیه پشت در پشت کودتا ها برا انداخته، پایگاه امریکایی و فرانسوی را تخلیه کردن، یورانیوم از گیره از پیش فرانسوی ها گرفتن، تیل از پیش فرانسوی ها گرفتن و طلا را در مالی بسیار طلا زیاد است گرفتن. در دراز مدت اگر اینا تصمیم بگیرن که متباقی کشورها را اگر کودتا نکنه فقط به جنگ بکشه، اروپا مجبور است که هم کد امریکا که سلاح وارد بکنه و این کشورها را هم حمایت بکنه در برابر جنگی که در منطقه ما میشه خودش هرچه بالا میبره. پس چه اتفاق میفته؟ کمپانی های بزرگ اسلحه سازی بله اینی جا تهدید از تولید به کفیدن رسیده. بله کل تارگیت تمام هدف روسیه تمام هدف چین و تمام هدف ایران راست بر سر منافع اقتصادی این کشور هست. امریکا شاید تحمل کم شدن اقتصاد خود تا بالا شدنش داشته باشه، اروپا نداره. بدبختی دیگه که با امریکا باز ایجاد میشه است که اگر اروپا نتونه از افریقا و خاور میانه و امریکای جنوبی تغذیه بکنه مجبور است که امریکا یاره تغذیه بکنه باز ادونه میشه که تیل که امریکا کاملا نمیدونه شیرخور امریکا شود اگه شیرخور امریکا هم میشه باز او کارپوریت است. امریکا یک کشور کارپوریت است بزنس است. کشورهای افریقایی خب بیچاره به فساد و گپا هم تیل خود بسیار ارزان تقریبا مفت میتن سبسیدی شده می تقریبا اون دو یورانیوم نایجر بخی مفت می برد فرانسه، از اون خاطر بازارشان هیچ خراب نشد. بازار تیل همیشه در اروپا هم تو بسیار هم تو سطح عادی باقی بود. از امریکا که تیل بیا یکی خودش مصرف بکنه 300 میلیون نفر از وجود دیگه بیا نیم اروپا را ایجا تیل بتا برازو بدون تیل دیگه چیزا هم باید بتا بخاطر که از راه تجارتی بسیار چیزای دیگه هم اکمال کردن یک قاره کلان به اندازه اروپا بر امریکا در دراز مدت ناممکن است وقتی خودش هم زیر ضربه باشه در چهار طرف کشتیهاش بزنه. این نیست خطر کلان و روسیه میفهمه که وقتی اینا رو از نگاه اقتصادی ما زمین گیر کردم اینا خودشان آماده به امتیازدهی و معامله میشن به خاطر که سرمایه‌دار کارش هم نیست که به جای سقوط معامله رو میپذیره. خسارات که به وجود میه مقابله میکنه وقتی که دید که خسارات در مقابله دیگه خسارات کم بود نمیشه و خسارات زیاد هم میشه
باز بالاخره در میز کششتن میگه والا نه در چیز آسان ما نمیشه بیا برا فعلا جور آمد جور آمد این تهدیدی که ما اسلحه میتیم بعد این شامل حوزه اسرائیل میشه در ایت اولویتش اسرائیل است بله بله یا افریقا است؟ خاور میانه در جایی که امریکا پایگاه داره، پایگاهش یک پایگاه خودش است و دیگه خود اسرائیل یک پایگاه امریکاست، عملا در جنگ است با سه نیرو، حزب الله، حماس و حوثی ها، نیروهای نیابتی ایران رو کنار میگذاریم. اولویت اینجاست، اون میره 70 تا اف 35 حالا داره اسرائیل. وقتی که در سوریه شما برین سخوها رو ببینین، در سوریه برین شما راکت های پیشرفته رو ببینین و او بیا ایره بزنه، هم تو محکمه کی علاپا میزنه، او هم بیا ایره بزنه، هم رقم محکمه کی فرض مثال لبنان میزنه، او خواهال هم میزنیش زدهش روان است. و حوثی ها دارای راکت های دور برد شوند که بتانن بحر مدیترانه رو بزنن، بتانن دریای هند بزنن که هیچ کشتی دیگه شور نخور از اونجا. هر کار امکان پذیر. حوزه خاور میانه یک حوزه بسیار کلیدی است. حوزه خاور میانه یک پل است بین غرب و بین آسیا. این پل دریایی هم است، پل زمینی هم است، پل طلایی است. پل طلایی هم از انرژی هم دینمی نقطه است. دینمی اینجا هر کسی که دست بالا داره جهان کنترل میکنه، به اونم رقمی که امریکا جهان کنترل کرد، به خاطر چی کنترل دمی خاور میانه داشت. عربا پیسهش هم میدادن، تیل هم میدادن، راه باز بود، کسی دایش بند نمیکرد. در افغانستان طالبان را پیسهش عرب میداد، دایش پیسهش عرب میداد، القاعده را هم میدادن. کلش این مرغ طلایی امریکا این خاور میانه بود و ترامپ میامد 100 میلیارد دلار سر از اینا سلام میفروخت. خلاص آله که دانه دانه ایران را از پیش از اینا دور دارن. تهدیدات در چهار طرف منطقه زیاد شده. امریکا استایسته همون پوزیشن خود از دست میده در جنگ دراز مدت در برابر نیروهای بومی اون منطقه. دوادشه و ایدولوژی که هم هستن و تاریخچه جنگ هم دارن، تجربه است. و یک چیز است که دوام مشکل است. مسلح سازی گروپ های مسلح، مثلا گروپ هایی که دولت نیستن، او بسیار با پسان به کل منطقه خطر می زاین. یعنی این ریسک می گیره روسیه؟ بله این قدر مشکل کلان نیست، به خاطر چی که اون نیروها که از بسیار سخت وابسته به مو منبع خود هستند که منبع شمی استخبارات های متفقین است و اینا برای همیشه اجیر خواد بودن. این تغییر نمیکنه، وقتی که اجیر بودن از اینا در دیگر نقاط دنیا هم باز تاثیر داره. خوب است، فرض مثال در ونزوئلا تصمیم گرفته شد که اصلاحات نظامی به وجود بیارن، مدل نظامی خود تغییر بدن و یک مدل ایرانی به وجود بیارن که خودشان گفتن ما میخوایم راکت دیگه بسازیم. از ایران کمک خواستن، ایران به جای که انجینرهای خود روان بکنه، یک درجن از انجینرهای حزب الله رو برشان روان کرد. یک سرمایه‌گذاری است، یک کمپانی است تقریبا، و یک کمپانی است که همین نتورک است، یک شبکه است که در گوشه کنار جهان ایران گسترش داده. این چیزای شینی است. خب اگر در دراز مدت ما گمان بزنیم که همین حماس و همین حوثی ها و همین حزب الله چانسی وجود داره که فرض مثال ایران و روسیه را ترک بکنه و بره به امریکا بپیونده، به خاطر از این بسیار یک مطالعات عمیق نیاز است که چی دلایل میتونه وجود داشته باشه که اینا واقعا یه عقبه خود بشکنانن و برن به امریکا بپیوندن، به خاطر که تمام قدرت از اینا، منشأ قدرت از اینا از این کشورها است و این کشورها رایشان هم بند نکرده کاری. اینی است تمام ثباتی که اینا در کشورهای خود میخواین به وجود بیارن بر اساس اینمی گروه است. اگر فرض مثال مسئله مستقلیت و گپا باشه خب مسئله علایده است، اما استقلال در زیر سلطه امریکا هم نیست، استقلال در زیر سلطه ایران و روسیه هم نیست. استقلال به اندازه از این می باشه که چون ابر قدرت است شما زیر سایه از او هستین، این سایه بر شما چقدر منافع می زاید، چقدر ثبات تان تامین میکنه و چقدر باینده شما خوب است. اینی مهم است، باینده شما حزب الله خوب است یا داعش، اینی مهم است. خب پوتین در حاشیه گردهمایی سالانه اقتصادی سنکت پترزبورگ دیروز یک گپ دیگرام زده، شما معنادار است، گفته که افغانستان باید از مسیر لوجستیک به حوزه روسیه پیوند بخوره. درست، ای تازه ترین حرف و مهمترین حرفش است. بعد از حقوق قبلا گفته بود که ما با طالبا در تفاهم میشیم، واقعیت بارز جامعه افغانستان است، لاقل کل اراضی در دستشان است، ما که از اینا وارد تعامل میشیم. وقتی که در ازبکستان آمده، بله بعد از اینکه از ازبکستان رفت، این صحبت خود کردن مشخص که افغانستان از مسیر ازبکستان و هم به اصطلاح از یک کوریدور لوجستیکی باید به حوزه روسیه پیوند بخوره. این چه معنا؟
کوریدور لوجستیکی است که باید یک خط وجود داشته باشه، خط ترانزیت، خط زمینی، خط هوایی و همین راه های ثابت که بتانه که روسیه از اون راه ها استفاده بکنه و دستش راهش همیشه باز باشه که اگر تجارت هم میکنه، اگر سلام وارد میکنه، اگر هر کاری که میخواد در افغانستان بکنه راهش باز باشه، راهش بسته نباشه. من فکر میکنم که بیشتر هدف پوتینی است که دهلیز ازبکستان را به خود واز نگاه بکنه. بله، ازبکستان یکی از کشورهایی است که در اونجا چند از انیای غرب و حوزه روسیه زیاد است. تامبس بسیار اونجا خیمه زده بود تا یک دوره، در اونجا کادرهای غربی بسیار نفوذ هم دارن، اونجا سرمایه‌گذاری هم تازه وارد شده از طرف غرب چون بازارش باز سال دیگه و دیگه اینه تو چیز هاست. روسیه رفت اونجا، پوتین خاص خودش تصمیم گرفت که مده کشور برم همراه جا صحبت بکنم، یارو دوباره دمی زیر دمی حلقه بر متفکر مدار بر منظومه روسیه بره. بیارم، به خاطر که اینا بسیار کارا کرده بودن که روسیه چندان از او خوش نبود. یکیشی بود که اینا از CSTO برآمده بودن، از کشورهای مشترک المنافع، در زمان روسیه خود زیاد چیز نگفتش هم تو ماندش، اما حالا برش رفت اختار داد که منطقه یک زندگی میکنی، منطقه را ما باید هم به خود خدمت بکنی هم بر ما، اجازه نمیدیم که تو جبهه پایگاه امریکا را در پشت سر مزار شریف بزنی، در پشت سر هندوکش نعم تو بگویم که تو را را بند پرتو امریکا را را بند بکنه ایجا به کمک داعش دیگه و دیگه در افغانستان هر کاری دل شد بکنه و ما کوریدور ما فقط ایران باشه، نه او را را باز نگاه میکنه از طریق شمال، از طریق در این طرف دریای امو و او طرف دریای امو را میخواه وصل بکنه که را باز باشه. اونا تخمین میزنن جنگ در افغانستان آمدنی است و ایره کلگی میگه به شمول ما در افغانستان جنگ آمدنی است. در آستانه جنگ می این سفر صورت گرفته بله و بازار روز خوب شوکت میرزایوف گفته که داعش میای با طرفتان شما چی میکنین؟ بازو گفته که خود پوتین باز گفته و معلوم میشه که در بین خودشان این مسئله مطرح شده که یکی از مشکلات ازبکستانی است که به بحر و اقیانوس های جهانی دسترسی ندارد. بله بنان یگانه راه لوجستیکی از طریق قلمرو افغانستان است. بله یعنی اگر افغانستان هم کالام هم تجارت و هم داعش میه. بله داعش خواهی که مسئله ای است که اگر داعش در ازبکستان سر برداره گسترش از افغانستان از حساب تبلیغات ایدولوژیک باشه، از خیزشش یا ظهورش داخلی خود بود. در ازبکستان خود جوامعی وجود داره که تنرو اکستریمیست و پیش از پیش سرمایه گذاری شده، در 20 سالی که امریکا در حضور داشت در افغانستان سرمایه گذاری های خود سر می دو کشور خاصتا تاجکستان و ازبکستان بسیار شدید کرده بود و و ازبکستان از زمانی که از شوروی هم جدا شده چند بار درگیر شده با جوامع اکستریمیستی خاصتا در مناطق که فرهانه که اندیجان و نمنگان است چند بار درگیر شده. در می اواخر هم فکر میکنم سال های اخیر هم یک بار درگیر شد و خود تاجکستان هم در نگورنو و بدخشان درگیر شد با مردم. از او خاطر نشانه های زیاد وجود داره که در درون از اینا کادرهای است که اگر ضرورت شود رو امریکا میتونه او را درون بلند بکنه. باز هم رقم گفتین کوریدور اکمالاتی خود افغانستان هست که طالب هم اونجا آمده که شبکه حقانی و داعش 22 گروه تروریستی و خودشان را رواز میکنن. از او خاطر بسیار بسیار مهم است برای ازبکستان که امنیت خود اولویت قرار بده و هم با کسی که اولویت چه رقم قرار بده که خود سیکیوریتی ازبکستان حیات روسیه را در دراز مدت تضمین میکنه. از این خاطر بهتر نیست که با نیروی همکار باشین که دراز مدت حیات ارضیتان برقرار باشه. امریکا یعنی امتحان خود داده که کد کسایی که اینا هم دست بودن چی رقم وارا فروخته و شمول همی کردهایی که در عراق است و همی افغانستان که همی آخرین قربانیش بود. دیگه ازبکستان از تجرباتی که دیگه کشورها با امریکا داشته کدام تجربه خاص مثبت دیده که میخواهی که با اینا هم دست باشه؟ در ازبکستان با سفر پوتین با اونجا واقعا یک تغییر عمیق در سیاستهایشان نسبت به امریکا آمده باشد. یعنی بله بله امتیازی هم داد برشان، گفت که ما اینجا براتون پایگاه هسته ای همجور میکنیم که برق تان هسته ای شود دیگه و دیگه. امتیاز بسیار کلان است برای ازبکستان وقتی در آسیا میانه در آبل آسیا میانه دیگه کسی چون این چیزی را نداره. البته در حوزه آسیا در کل بسیار کم از کشور هاست که چون این چیزهایی را داره و اینا ازبکستان انتخاب کردن به عنوان محور در به عنوان بازیکن اصلی در حوزه آسیای میانه و گفتن که ما با شما همکار میباشیم، اینی هم پایگاه هسته ای برخسته دیگه و دیگه همکاری های دیگه هم می داشته باشن در حساب تکنولوژی و اقتصاد با روسیه
فقط شرطش است که رایت از امریکا جدا بگه، در غیر از او که اگر رای خود از امریکا جدا نگیره و اینا خب خبر میشن از همه کاری که باشه خبر میشن، باز او وقتی اینا میفهمن روسیه میفهمه و ایران، و من فکر نمیکنم ازبکستان علاقه خاصی داشته باشه که درگیر نیابتی ایران شود، خاصتا خب با روسیه یک چیز دیگه هم از قابل تعجب است که پیش از اینکه روسیه طالبا را از لست سیاه بیرون بکنه قزاقستانی کار کرده، یعنی چی؟ این فهمیده نشد. قزاقستان یک کشور بسیار پیچیده است از نیاز تحولات درونی، یک کشور بسیار دست خورده عمیقا نفوذ غرب و اسرائیل و روسیه در وجود بسیار در کدام دیگر همین نفوذی ها بسیار کدام دیگر درگیر هستند، و من فکر میکنم در آسیای میانه اگر کشورهای دیگر تا اندازه ثبات خود حفظ بکنند در این جنگ، ثبات قزاقستان یک کم مشکل است از جمع نفوذی های کجا کار میکنند. در اونجا شبکه های اسرائیل بسیار فعال است، از زمان قزاقستان جدا شد بسیاری از شبکه های تاجرای یهودی در کل که دو پاسپورت و سه پاسپورت هستند به شمول اسرائیل، اینا سرمایه گذاری خود در چند کشور ایجاد کردن، یکی آذربایجان بود و دومش قزاقستان بود، سومش هم همین ترکیه که کریدور اینا ایجاد کردن به حساب تیل و دیگه و دیگه که برای این چیز است، و ترکیه هم همراه از اینا از خاطر همکار بود که وقتی که شوروی سقوط کرد اینا به این نتیجه رسیده بودن، ترکا که خب حالا که شوروی سقوط کرد آسیای میانه که منطقه بسیار پر از ترکستانی هاست، شاید ما را امریکا کمک بکنه، امریکا از ما استفاده بکنه که ما یک شبکه ایجاد بکنیم در آسیای میانه، که هیچ وقت به اون مراد نرسید. دلیلش هم نیست که آذربایجان فول استاپ آمد به حساب ارمنستان و ایران، اما امورای تجارتی و امور سرمایه گذاری ها در آذربایجان و ترکیه و قزاقستان بسیار عمیق است از اسرائیلیا خاصه، و به مو حساب نفوذی های امریکایی و انگلیسی هم بسیار دوجه کار کرده، در کادرهای دولتی از اونها بسیار نفوذ دارن و یک کشوری است که بسیار دست نخورده است، اما چند بار هم شما دیدین که دوجه خیزش های هم صورت گرفته از هم از نگاه اسلامی ایدولوژیکی و سیاسی همیشه تنش وجود داشت، و یک کشور بسیار پیچیده است و یک صافکاری بسیار گسترده نیاز داره که در دراز مدت روسیه و چین سر از او باید فکر بکنه، ولی ازبکستان یک کشوری است چون عقبه از یاس در پایان تر اینا میتونن که یک ساندویچ و یک وضعیت ایجاد بکنن که قزاقستان از دو طرف زیر نظارت و زیر مدیریت قرار بدن، در دراز مدت اگر نیاز شود که دوجه جنگ داخلی اگر در بگیره، من فکر میکنم که ای گمان هم میره که روسیه او را مدیریت بکنه، اما شرطش است که کوریدور افغانستان باید دست روسیه باشد، غیر از او اکمالات به سابراتی میره. خودم این سفر هم که شده و گزارشی هم که آمده است که پوتین در مذاکره با رهبرای ازبکستان طوری چیز کرده که در واقع روسیه را روس با افغانستان طالبانی در پیوند بسازه، از دهلیز زمینی مثلا گفته که بین حوزه روسیه، یعنی با پلی که ازبکستان ایجاد میکنه، پاپلاین بره، ترانسپورت رای آهن بله تامین شود، ترانسپورت جاده های موترو باشه و صدور مواد سوخت، انرژی، برق و امثال هم، یعنی به معنای بیمه سیاسی برای طالبان است. نه اصلا از یک نگاه آماده کردن زمین برای یک نوع جنگ نظامی است، اینقدر سالا می کار می شد چرا نشد، اینقدر سالا اگر کوریدور نبود، و هر صورت وقتی که اینا ترین می سازن، سرک می سازن، راه یک مالاتی می سازن به یک کشور به بهانه اقتصادی، یک نوع ترکیب است که در قرن 20 و 21 از این لغت استفاده میشه به خاطر ایجاد کردن راه های یک مالاتی به طرف یک جبهه، این تو یک چیز هستی. وقتی که جبهه افغانستان در بگیره بدون از اینکه یک کوریدور داشته باشه یک مال از کجا میکنه، باید یک کوریدور ثابت وجود داشته باشه، راه ثابت وجود داشته باشه که زیر کنترل نظارت روسا باشه، که در صورت از اینکه در افغانستان در جبهه جنوبی از اینا مشکل جبهه در میگیره، جنگ در میگیره، اینا بسیار به راحتی بتانن که به جبهه خود برسانن، او جبهه را اکمال بکنن، کمربند امنیتی که اینا در موردش صحبت میکنه ایست کمی کوریدور افغانستان به کوه وصل شود، و او کار از اینا نمیست. در افغانستان روسیه فقط نیازمند یک کوریدور، یک کمربند امنیتی است خاصتا در شمال، طالب که از خود از او یک نوع اکستنشن، یک نوع تمدید امو کمربند امنیتی به طرف جنوب است و به طرف سرحدات پاکستان که اگر با روسیه همکار بونند تا ابد او یک تمدید است، اما به طور فوری و بسیار کلیدی و نیاز و کوتاه مدت روسیه نیاز داره که کمربند شمال ایجاد بکنه اول به هر نیروی که میشه، اما نیرویی که ما صحبت میکنیم در موردش اون نیرو باید قابل پذیرش
مردم بومی باشه، نه ای که یک نیروی که هم زبانش از پیشش بگیره هم لاتکو بش بکنه شلاق بزنیش و هم از یک کشور دیگه آماده باشه و با یک زبان بیگانه صحبت کنه. این رقم نمیشه. اینا باید بفهمند که اینا آوردن طالب در مناطق بومی دیگه کسا هیچ فرقی با اونم 22 گروه تروریستی نداره که به طرف خودشان میبرن. این میاد گپ است. اینا باید اولویت های خود در افغانستان درست تر بسازن و من فکر میکنم امی آیسته آیسته به مو طرف روان هستن. طالب هم حس میکنن در درون خود امی تغییرات فکر در منطقه و اونا هم میفهمن، چون خود طالب هم قدر هوشیار است، میفهمه که در مناطق شمال اگر خود روسا و ایرانیا و اینا دست به کار نشن که از مردم بومی یک چیز ایجاد بکنن، باز اون کار پاکستان و امریکا میکنن. مردم بومی رو در جان ما استاد کرد، باز به طور خودکار و مردم بومی به ضد روسیه و ایران هم میشه و هیچ چیزی نیست که قمار نیست که روسیه آماده است و بزنه. او مردم بومی رگ و ریشیش است با طرف آسیه میانه، بله ازبکش با طرف بله پاکستان است، تاجکش زیر به اصطلاح لایه های اجتماعی تاجکستان رخ نمی کنه، بله خب میره بازم به طرف. خب البته در این اعلامیه پوتین گفته که باید در همینطور گفته باید در اراضی افغانستان اول ثبات تامین شود لازم دیگه ثبات و وقتی که تامین شود. تعریف ثبات در افغانستان نیست که امو پالیسی که از اول در قبال افغانستان اینا اعلان کرده بودند یک سال پیش پوتین خب یک سال پیش بعد بود دو استراتژی نوین خود گفته که یکی خو افغانستان باثبات باشه، دیگه ای که دور از دستاندازی های غرب باشه، و سومی که بیطرف باشه. خلاص دیگه عزیز سه تا هیچ کدامش نیست طالب. خب پس که نیست سفری که کرده به چه معناست؟ اصلا سفر دیپلماتیک تا فعلا وجود نداره، هنوز جنگ های باید در پیش باشه. جنگ های در پیش است، همگی تخمین میزنند جنگ های در پیش است. امریکا افغانستان رو ترک نکرد که جره الابت در بست اینجا نیروهای عوامل پاکستانی و امریکایی هنوز هم کار میکنن به خاطر برنامه بعدیشان که آوردن داعش و نیروهای دیگه اکستریمیستی است که دروازه آسیای میانه را باز بکنن که دست نخورده از دروازه جنوبی روسیه است که یک جبهه دیگه در برابرش باز شود که از یک طریقی را به فشار قدر فشار بدن که یک زمان فرصت می آید که تجزیه بکنن. کل گپ هم نیست. دروازه آسیای میانه رایش افغانستان است و ایره هیچ وقت امریکا ترک نمی کنه. ترکی که خودش فیزیکی برآمد اصلا بودن از ایده قدر خطرناک نبود که برآمدنش است و ایره کل بله، گپ. البته امروز سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته که آمده در آسیای میانه سفر کرد، بعد از اون که پوتین رفت او آمده، بله گفته که چیز است روسیه از ایجاد کمپای آموزشی جدید از تروریست ها در خاک افغانستان هشدار میده. یعنی چی؟ جدیدش چی؟ او جدید خود ادامه دادن چیز هم میگه، داعش هم میگه، آوردن تمام عوامل از پاکستان میگه و دیگه و دیگه. او گفته بیخی امروز گفته که امریکا تروریست ها را از سوریه و عراق یک رنگ آورده روان است. بله اونمو 10,000 داعشی را که در اوجه ریزرف کرده بودن، داعش دیگه در سوریه کار نمیه به خاطر که حزب‌الله و سپاه قدس و دیگه و دیگه رو ذوب میکنه. آلوا رو میره در کوهستان ها جابجا میکنه که برین این امرا از اینا ترکستانی شوین و تاجیکی شوین و ازبکی شوین. این رو میفهم و شایگو بسار وقتی که از سمت وزارت دفاعی را پاس کردن بسار سوال برانگیز بود، اما حال ایره که به طرف جبهه جنوب سوق دادن حالا آیسته آیسته رول شایگو معلوم میشه که چی مثل است. که قماندان جبهه جنوبی است. این کوریلای آسیای میانه است از طرف روسیه، همو جنرال جبهه جنوب است، اونجا آمده که باید کار بکنه، تمام چیز نظارت بکنه از نگاه نظامی. خب علی مثلا بخی یک چیزی نوازی میگه که ما سرگرم ثبت شمارش یا به اصطلاح چیز کمپای آموزشی جدید هستیم که یک رنگ از سوریه و عراق آورده روان هستن و ما رو دنبال میکنیم که در کجا جا و جا کرده میرن. مثلا خود در کجا جا و جا کرده میرن؟ و از امو طالب های پرسان بکنه که سین پیترزبرگ بردهشون. خب این ما خبر داریم این کمپا چیز میکنه وقتی کد ما جور آمد داری. سب طالب پرسان کنه که میگه که واقعیت کامل افغانستان است. بله از واقعیت کامل پرسان کنه که واقعیت چی از چی داریشون. معلوم است که مسئله دیپلماتیک است. کسایی که بسیار دل خوش میکنه یا دلشان خفه میشه به حساب از اینکه الا روسیه بخی که در پشت طالب استاد از دیگه و دیگه دیگه پا بازی نکنین. دیپلماسی یک چیز است، حرکت عقب پرده بیخی متفاوت است. در افغانستان دیگه گپا تاریخچه داره، هیچ وقت در افغانستان یک عامل دو عامل دست بالا نداشته
همیشه تغییر بوده و تغییر از یک عامل به وجود نامده، از چند عامل به وجود نامده و روسیه و ایران و یا گپا را میفهمند. شایگو یک چیز میگه، کابلوف یک دیگه چیز میگه، پوتین خود یکی دیگه چیز میگه، خود از این کانفیوژن رو ایجاد کرده در بین طالبا. اما طالبا در عمق خود میفهمند، در درون خود احساس میکنند، خب خودشان هم میفهمند که ما خود یک گروه فاشیستی هستیم، اصلاحات آوردن نمیتونیم به خاطر که تغییر آوردن در هزاران نفر مشکل است و این تو کارا هم داریم، این مردم هم بیزار است، اقتصاد هم برباد است، مردم قشر دیگه مردم کتما سازگار نیست، در دراز مدت آلخ چون از زور کار میگیریم و یا کدام زوری نیست که به او اتکا بکنن در برابر ما، فعلا مردم تسلیم است. روزی که پاکستان و امریکا یک محور در جانشان ایجاد کرد، مردم باز به او میپیوسته و در عقده که وجود داره باز آزاد از اینا میجنگد. بسیار سایکولوژی ساده است، ایره خود طالب هم میفهمن، ایره روسیه هم میفهمن. حالا که این گپا میشه وقتی که شایگو میگه کمپای تروریستی نو در افغانستان ایجاد شده، خب پرسان کده که از رفیقای نو جزئیات نمیده. پیش از یک وقت که وزیر دفاع هم بود همی گپ زده بود، بله یک کمپان این زیاد شد، یکش میگو همیشه میگو هزار شد، دیگه میگو 6 هزار همین شده. حالا وزیر دفاع جدید روسیه هم آندری بلاسوف دمی روز جمعه گفت که افغانستان منبع بی ثباتی است و ما در خط مقدم جنگ هستیم. هیچ فهمیده نشد که خط مقدم جنگ از اینا در کجاست. کدام جنرال؟ جان آندری بلاسوف وزیر دفاع او جدید وزیر دفاع، بله او هم امیره میگه که این گپ شایگوره، تایید میکنه که در اینجا سر ما جبه سازی شده میره و این مدرسه مدارس ایره که نام میگیره، میگه که در فلانی جای مدرسه جور شد، مدرسه اکستریمیستی در افغانستان، این هم دیپلماتیک است، مدرسه خونه مدرسه جبه تروریستی جنگ است، است. مدرسه تروریستی است، کراچی پاکستان شروع میشه تا دریای آمو است، تو حساب کنید تا شاید یک میلیون مدرسه هم باشه، تلویزیون میترا را مدرسه جور کردن، فکر کنه. همین هر تعمیری را که اینا خالی میبینن او را مدرسه جور میکنن. مدرسه یعنی مرکز مغزشویی و بعد از او تبدیل خب میشه اینا از امی با از مای امی به اصطلاح بشکهی. بله خب بهمو دیگه، من پیشنهاد من است که از امی طالبا پرسان بکنن که در مدارس، یا پرسان نکنن برن تحقیقات بکنن که در مدارس که طالبا چیزی که درس میتن در مورد کی گپ میزنن، در مدارس درس نمیتن که والا پوتین یک مؤمن بسیار خوب است، امیرالمومنین باید باشه که از این چیز نکنه، نه او کلا گیره کافر میکشه، پوتین هم در اول لست. یه رو روسیه هم میفهمه اکستریمیزم مذهبی در پشت سر دروازه روسیه راه حل ثبات روسیه نیز در دراز، و یه رو روسیه هم میفهمه اگر تو اکستریمیزم در اینجا جای بده دروازه خودت میبراید در جانت باز از داخل خاک به خودت. نظر میرسه که اینا طالبا رو میخوان غافلگیر کنن. امی واقعیت کامل افغانستان میگه که طالب است، یعنی می بسیار کلای کلانی از در سر کوچک طالب. ما فکر میکنم خود طالب هم بسیار ایران مونده در این استیتمنت که هیچ توی گوه زده، خود طالب هم ایران هست و خود یعنی ما فرصت باور اینقدر نداره، کلان شدیم که ای با ما معتاد شده. و سعی میکنم می واقعا نقدر ما مهم هستیم، چطور خود هم شاید بگه که شاید ایسد ما چیزی که ما فکر میکنیم جاتر بوده. خانه بازی مثل که امروز دی دروز از خواب پریدن، خلیفه حقانی به امارات برده شده و با امریکایی ها دیدار هستن، وقتی که پس به معلوم میشه. بله اونه اصل نفر که اونو است رفته در پیش اصل نفری که یاره در افغانستان آورد، از دوها میرن به طرف امارات، از امارات یکش وزیر دفاع بخیزه قطر میره، وزیر داخله میخیزه امارات میره، و از خبر هم مندازن که امیرالمومنین خبر نداری بدل خود رفته، و بیاز او خود از او امیرالمومنین است، او خلیفه و آدم هم است که کابل در دستش است، او هم یک توتی بسیار کلان بود که چطور کابل دست از او افتاد، او یک مطالعه دیگه ضرورت داره، امیر افسانه هم المومنین بره یک آدم کنه غایب است یا حاضر است؟ یعنی یا حداقل حاضر است، او آدم فهمیدم غایب است، او هیچ وجود نداره، یک نام دروغ است، او کود است، کود دروغی نیست که برای فعلا نگاه کردین به خاطر که درانیا باید به خود عقبه داشته باشن، در غیر از او اگر امیر المومنین غیابی را که ورداری دیگه باز دومین نفری که در او رسمی باشه بچه ملا عمر است، او هم حقانی است دیگه، او هم با بله، امریکا کار میکنه، در درونی باید رهبر پیدا بکنم. بله این حال اینی است، خب از ملا برادر این گفت را حفظ کردن دیگه، دیگه مگر در برابر نام ملا عمر چندان مشروعیت خاصی نداره در بین طالبان، اما بازم یک آدم است، خب به هر صورت به خاطر اونا علاقه ندارن به طالبان مشروعیت بزنن برای فعلا، اونا فقط میخوان بازی را ادامه بدن تا زمان یک جبهات جنگی باز شود، باز وقت تصمیم میگیرن که طالبان چی رقم استفاده کنن و دیگه نیروها چی رقم پرتاب کنن. خب به این ترتیب در پایان برنامه از این داستان ما نتیجه ای که میگیریم چی است؟
خب نتیجه ایست که تشدید جنگ در راس، تشدید جنگ بسیار بی سابقه خاصتا در 30 سال آخر، و معلوم میشه که روسیه را خوی اینا در جانش اوکراین دگام میخواین سلاح بتن، میگن نال خاک روسیه را بدن. اوکراین در جبهه جنگی دیگه دستاورد نداره، حالا ماموریت نو اوکراین نیست که خب در جبهه جنگی شکست خوردن، میرین حداقل شهرهای روسیه را بزنین. یکی روسیه اعلان میکنه که ما در جان شما نال میریم، نیروهای دیگر مسلح میکنیم او دیگه، و سیو میشه که تحولات آخر در افغانستان نشان میده که تغییرات در افغانستان آمده نیست، جنگ نزدیک شده، رفتن از اینا به دبی، رفتن دیگه طالبا به سنت پیترزبرگ، حرفای زده نقیز دو طرف، کل از این بازی های قبل از طوفان است و طوفان آمدنی است، و ببینیم بله جنگ به کجا میکشه. بله، با تشکر از شما، با تشکر از مخاطبان گرامی که تا این لحظه با ما بودن. موضوع مهمی بود و ما تصور میکنیم که با یافتها و دریافتهای بیشتر ما این مباحث باز هم تازه بکنیم، و تا این لحظه از همه شما به شمول شما تشکر میکنیم. تا بعد. تشکر، خداحافظ.